بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد فی الاولى والآخره. گرامی بندگان الله تعالی، خانم ها و آقایون سلام عرض می کنم و از پروردگار عظیممون پادشاه و دوست بی انتها گرامیمون الله تعالی، برای شما عزیزانی که این بنده الله تعالی رو، این بنده هیچ الله تعالی رو در منازلتون مهمان کردید و برای همه ملت ایران و همه ملل روی زمین، بلکه همه مخلوقات طلب برکت و سعادت و هدایت به سوی آقای عزیزمون الله تعالی رو میکنم. خانم آقایون، دنباله طبیعی بحثای ما بحثی است که امروز خواهیم کرد، ولی به اذن خدای متعال، به اراده او، خانم آقایون مکرر از من خواستن که این بحث رو بکنم و جزء بحثای اولیه باشه و عرض شد خدمتشون که این دنباله طبیعی بحثای ما در مورد دعاست و اون این است که تا حال آموختیم از قرآن کریم، از معلم معصوممون محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه که او خود از جبرئیل، از روح القدس آموخته بود و او از الله جل جلاله لا اله غیره آموخته بود حقیقت رو. آموختیم که به درگاه غیر الله دعا نکنیم و متوسل به غیر الله نشیم، چون اراده الله چنین است که فقط او رو بخوانیم در دعا و غیر او رو مطلقاً در سراسر هستی هیچ قدرتی نیست، لا قوت الا بالله. و در ادعیه هم، دعاها هم میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، قدرتی نیست، قوتی نیست جز به قدرت و قوت خدا. تنها اوست که سیطره داره و تنها اوست که حکومت میکنه، بی شریک، بی مثل و مانند. در این مورد سخن گفتیم و باز هم سخن خواهیم گفت انشاءالله، مکرر در مکرر، چون قرآن در این مورد و همه کتب آسمانی در این مورد سخن گفتند، مکرر در مکرر. سوال این است که حال که نباید به درگاه الله غیر الله، حال که باید به درگاه غیر الله دعا نکرد، نباید به درگاه غیر الله دعا کرد و باید فقط خدا رو خوان، چگونه خدا رو بخوانیم؟ چون به ما آموختند که دعاهای طولانی 10 صفحه 15 صفحه به زبان عربی که اکثریت قریب به اتفاق ملت متاسفانه متوجه نمی شوند و اونقدر این دعا طولانی است که گاه انسان خوابش می برد در موقع خواندن او، به خصوص در شبها و نیمه شبها، و اینطور دعا کنیم. و این دعاها هم پر از شرک و بدآموزی های ضد قرآنی و خرافه و انحراف از حق و حقیقت و برترین حقایق که توحید باشد هست. حال ما برای اینکه ببینیم چگونه دعا کنیم و چگونه نماز بخونیم، این رو البته نماز رو بعد صحبت خواهیم کرد انشاءالله، مستقیما به سراغ امام زمان می رویم، امام عصرمون می رویم که قرآن کریم باشد و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، و از قبل از اون، قبل از قرآن کریم، کتاب موسی تورات امام و رحمت بوده است. یعنی الان قرآن کریم امام و رحمت است و در این مورد سخن گفته ایم. پیامبر گرامی اسلام هم امام داشت و امام او قرآن بود و ایشون موظف بود از قرآن تبعیت کند و چه نیک تبعیت فرمود و مورد رحمت و برکت و مدح الهی قرار گرفت و ستایش خدای بزرگ است. مورد، نخواستم کلمه ستایش رو، مورد تعریف و تمجید خدا قرار گرفت. متوجه هستم فرق بین مدح و حمد و عرض کنم اینها رو، حالا وارد ریشه های لغت نمی شویم. مورد
پسند خداوند قرار گرفت. درود الله و ستایش خدا را و درود بر بندگانی که برگزید. خانم آیوم، یکی این است که مطلب اول که امروز صحبت خواهیم کرد انشاءالله این است که بگوییم دعا به درگاه خدا یک چیز مستحب و یک چیزی نیست که یا مباح نیست، امر واجبی است، باید انجام بشود. خدای تعالی در این مورد امر فرموده و بسیار دوست می‌دارد که مخلوقات او، بندگان او از او چیز بخواند، به درگاهش دعا کنند. سوره مبارکه 40 سوره غافر یا مؤمن و المؤمن آیه 60 و قال ربکم ادعونی و پروردگار شما فرمود مرا بخوانید. امر و امر حقیقت در وجوب داره، واجب است که او رو بخوانیم. و قال ربکم ادعونی استجب لکم، اجابتتون میفرمایم. از آیات بسیار امیدبخش قرآن. وقتی میخواید دعا کنید این آیه رو در نظر بیارید که خدا فرموده است پروردگار شما، سرور شما، ربوبیت با اصطلاحات و کلمات بشری سخن بگوییم نزدیکترین صفت خدا به انسان است. مقصود این است که خدا با این صفت به انسان بسیار نزدیک میشه، از خود انسان به خود انسان نزدیکتر میشود، از خود هر مخلوقی به او نزدیکتر است. انشاءالله یک جلسه رو اختصاص میدیم به صحبت در مورد چند صفت الهی که یکی از اونها ربوبیت اوست و الوهیت اوست و چند صفت دیگر، یکیش همین ربوبیت که حتی مشرکین مکه قبول داشتند این رو. خب با لفظ رب خدا رو میخواند و سرور شما، رب شما، اون که از پدر و مادر و دوست و رفیق و فامیل و آشنا و خودتون به خودتون نزدیکتر است و شما رو بیشتر از خودتون دوست داره و سعادتتون رو میخواد، امر میفرماید ادعونی، مرا بخوانید. نه اینکه میتوانید مرا بخوانید، مرا بخوانید. امر میکنه دعا کنید و بعد نمیفرماید احتمالاً اجابتتون میکنم، شاید اجابتتون میکنم، وعده قطعی میدهد استجب لکم، شما رو اجابت میفرمایم، و اعلام میکند که دعا رو آسون نگیریم و فکر کنیم یه چیز سبکیست، گاهی گفتیم گاهی نگفتیم. عبادت است. کسانی که از عبادت من تکبر کنند، یعنی از دعا تکبر کنند، به خاری داخل جهنم خواهند شد، داخل اون آتش تصفیه کننده ای که خود اینها، خود ما بر خود وارد آورده ایم. ولی آتشیست خداوند میگوید به اون نزدیک نشوید. صالح و طالح دستشون رو تو اون آتش بگذارند قرار است آتش بگیرند، مگر اینکه خدا بخواهد. در مورد ابراهیم دیدیم. پس اولین آیه ای که مطرح است و درش تدبر بفرمایید، تفکر بفرمایید، جلوی چشمتون باشه، بنویسیدش به جای این تصاویر شرک‌آمیز و این خرمهره‌های مدرن قشنگی که به دیوار میزنن برای اینکه چشمشون نزنن. این آیه کریمه و آیات مشابه رو، آیات قرآن رو بنویسید. و قال ربکم ادعونی استجب لکم، و پروردگار شما چنین فرمود، و فرمود پروردگار شما مرا بخوانید، سرور شما مرا بخوانید، اجابتتون میفرمایم، مرا بخوانید، اجابتتون میفرمایم. یا الله، یا خدا، اللهم ربنا، یا رحمان، انصرنی و انصرنا به رحمتی که یا ارحم الراحمین. این یک آیه. سوره مبارکه البقره آیه 186 در بین آیات مربوط به روزه همین رو میفرماید. و اذا، البته بست این آیه رو بعدها باید بدیم انشاءالله، ولی الان نظر مختصری بیاندازیم. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیب لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. به هنگامی که بندگان من در مورد